درود بر مبارزین و مردم شجاع سرزمینم اینجا کیوسک است و در دقایق پیش رو با خبری فوری و بسیار مهم با شما عزیزان هستیم تایید حسر مشتبا خشم خامنه ای از اظهارات بی سابقه فرزندش و علنی شدن اختلافات در بیت دعوت می کنم در ادامه زمن لایک کردن این ویدیو بیننده مشروع این اخبار باشید من از همه شما هموطنان عزیزم میخواهم تا به ایران فکر کنیم تایید حسر مشتبا خشم خامنه ای از اصارت بی سابقه فرزندش و علنی شدن اختلافات در بیت انتشار ویدیویی از سخنان مشتبه خامنه ای سیاسی ترین فرزند علی خامنه ای خبرساز شده و بار دیگر نام او را به سرخط خبرها آورده است. در این ویدیو مشتبه خامنه ای اعلام می کند که تصمیم گرفته کلاس های درس خارج فقه خود را تعطیل کند. صبح امروز منابعی در داخل ایران گزارش دادند که علی خامنه ای رهبر 85 ساله جمهوری اسلامی به شدت از اظهارات مشتبه خامنه ای خشمگین شده. و خواهان توضیح مشتبه و مشاورانش در خصوص این تصمیم عجیب شده است. این منابع تایید کردند که تعطیل کردن کلاس‌های درس مشتبا و انتشار ویدیوی این خبر کاملا بدون هماهنگی شخص خامنه ای انجام شده و این نخستین بار است که رهبر جمهوری اسلامی چنین سرکشی از سوی نزدیکترین افراد به خود می‌بیند که مشخص نیست هدفشان از این اقدام بی سابقه چه بوده است همچنین یکی از منابع امنیتی داخل ایران که به اطلاعات سپاه نزدیک است مدعی شد این ویدیو یک هفته پیش در محل حصر مشتبا خامنه ای ضبط شده و قرار نبود منتشر شود ولی یکی از محافظان مشتبا آن را به صورت مخفیانه به دست آورده و منتشر کرده است این اظهارات در کمال ناباوری فرضیه حسر نزدیکترین گزینه به جانشینی رهبری را تایید می کند که دارم این کلمات و خدمت شما دوستان عرض می کنم پدر بزرگوار بنده هم از این مطلب خبر ندارند صرفا با دو نفر که یکی از اونها از دوستان همین مباحثه است و یکی هم یکی از نزدیکان هستن من این مطلب رو در میون گذاشتم ممکن است که این مطلب همیشگی باشه و ممکن است که موقت باشه فعلا بر بنده این مطلب مجهول هست لذا حالا استحلال با های حقوز رو کردیم در مقام استقلال با های حوتی از دوستان عزیز طلب حلیت میکنم و هر گونه قصور یا تقصیری که بوده بابت اون من طلب حلیت میکنم و باز توصیه موکد دارم که به هیچ وجه مباحثه فقه و اصول و شرکت در اون جلسات دیگری که برگزار میشه توسط اساتید البته اون جلساتی که واجد شرایط لازمه هستند که خودتون تشخیص میدید یا راهنمایی اشخاصی ممکنه به این جهت کمک بکنه این رو حتما از دست ندم <applause> و سلام علیکم و رحمت الله و, و, و برکاته گفتنی در روزی که این ویدیو منتشر شد خبری در کانال های تلگرامی و فضای مجازی نیز به نقل از محمد گلپایگانی رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی منتشر شد داله بر این علی خامنه ای تمایلی به ادامه رهبری ندارد و در جلسات شخصی بارها اعلام کرده است که به خاطر وضعیت جسمانی احتمالا تا چند ماه آینده استفا می کند خبری که البته به سرعت از خروجی سایت جماران که آن را انتشار داده بود حذف شد. به محض انتشار این ویدیو شبکه های اجتماعی مملو از گمان زنی شدند. برخی معتقدند که پس از انفجار پیجرهای اعضای حزب الله لبنان جمهوری اسلامی نگران جان مشتبا خامنه شده و به همین دلیل کلاس او تعطیل شده است تا از خطر ترور جلوگیری شود. برخی دیگر این موضوع را به تعبولات داخلی ایران پس از ریاست جمهوری پزشکیان مرتبط می‌دانند. دو فرضیه اصلی در ساعت اخیر مطرح شده است. برخی بر این باورند که این تصمیم نشان دهنده نارضایتی مشتبا خامنه ای از وضعیت فعلی کشور و طرح موسوم به وفاق ملی است و او به نشانه اعتراض کلاس خود را تعطیل کرده است. خصوصا با توجه به اینکه اعلام کرده این تصمیم را بدون اطلاع پدرش گرفته است. در مقابل برخی دیگر معتقدند که این صحبت ها می تواند نشانه ی از آمادگی نظام برای اعلام جانشینی مشتبا به جای پدرش باشد از نظر برخی کارشناسان دلایل سیاسی احتمالا مهمتر از دلایل امنیتی هستند اگر مسئله امنیتی بود اعلام علنی نشانه ی از ضعف امنیتی در بالاترین سطوح نظام محسوب می شد. بنابراین به نظر می رسد مسئله جانشینی در میان باشد. برخی تحلیلگران معتقدند که مشتبه خامنه ای نمی تواند با پدرش اختلاف داشته باشد. اما قطعیت در این موضوع وجود ندارد. تجربه نشان داده است که در نظامهای های دیکتاتوری پسر دیکتاتور ممکن است از روند اداره کشور توسط پدرش ناراضی شود و در مقابل او بایستد این استادگی یا به انزوای پسر منجر می شود یا یا به کودتا یارام یا حتی نارام و در نهایت کنار زدن پدر از قدرت بنابراین احتمال نارضایتی مشتبه از وضعیت فعلی کشور بعید نیست فرضیه مقابل این است که نظام به این نتیجه رسیده که مشتبه باید برای جانشینی پدرش آماده تر شود و به او سمت ها و مسئولیت های بیشتری واگذار شود. این فرضیه با توجه به اینکه بسیاری از سمت های کلیدی کشور در دست نزدیکان مشتباست منطقی به نظر می رسد. همچنین احتمال فوریت این تصمیم ممکن است به وضعیت سلامت علی خامنه ای و نیاز به آماده سازی فوری جان

در مورد دلایل امنیتی و ترس از کشته شدن مشتاق خامنه ای با وجود خطر نفوذ اسرائیل در جمهوری اسلامی به نظر نمی رسد که این علت با اعلام علنی تعطیلی کلاس ها شده باشد اما فراتر از این ویدیو و صحبت های مشتاق خامنه ای واقعیت این است که مقامات کلیدی جمهوری اسلامی از جمله مشتبا خامنه ای به شدت نگران امنیت جانی خود هستند در ماه اخیر اسرائیل با با ترور برخی از فرماندهان حزب و حملات دقیق به آنها نشان داده که توانایی نفوذ جدی در میان نیروهای این گروه را دارد اینکه مشتبا خامنه ای فردی نیست که اساسا با یه فایل تصویری خطاب به عموم بخواد چیزی رو توضیح بده اساسا ما اساساً از کجا تا حالا شنیده بودیم که درس خارج برگزار میکنه که الان میخواد لغوش خبر بده یا اساسا چرا تاکید میکنه در این فایل که با پدرش هیچ مشورتی نکرده اون هم در موضوعی که اتفاقا باید طرف مشور قرار میگرفته بحث ارائه درس خارج فقه به نظر میاد که یک سری عواملی اون پشت وجود داره که در واقع یک درگیری هایی رو نشون میده که برای در واقع رفع اونها این فایل در واقع منتشر شده یک احتمالی که مطرح شده اینه که بعد از این انفجار پیجرها در واقع اون تیم حفاظت مشتبه خامنه ای تلاش کردند که این رو از در واقع چنین جاهایی که ممکنه براش خطر داشته باشه در واقع دور کنند میتونه درست باشه و به در درست نباشه به خاطر اینکه باز هم همخواهی نداره با اعلام عمومی این داستان و همخواهی نداره با تاکید این موضوع که با پدرم هیچ مشورتی در واقع نشده چیزی که به ذهن متبادر میکنه اینه که نگرانی در از در واقع مشتاق دیده میشه که او از چیزی نگران هست یا حتی ناراحت هست یا از چیزی اصطلاحا قهر کرده و اقدام به تعطیلی کلاس درس خارج فقش کرده این یکی از احتمالاتی هست که اتفاقا نشانه های بیشتری براش وجود دارد اخباری هم در واقع منتشر شده بود که رفت آمدش به قوم محدودتر شده و دیگه به اونجا سفر نمیکنه در واقع در تهران در واقع ساکن هست متمرکز در تهران شده میگن به هر دو موضوع میتونه مرتبط باشه اما بیش از آن که ما در واقع جواب داشته باشیم سوال داریم اتفاقی کاملا غیر معمول رخ داده فرزندان علی خامنه ای کمترین اطلاعات در موردشون منتشر نمیشه تا اونجایی که ممکنه اساسا در معرض گفتگو با اون قرار نمیگیرن اصطلاحا گفته میشه که 700 تا شاگرد داشته در کلاس فقه میتونستم برای اونها پیام بده تعطیلی کلاس رو اعلام بکنه نیازی نیست که چنین فایلی این شکلی منتشر بشه و اصلا قابل پذیرش هم نیست که بدون اطلاع این فرد این فایل در واقع منتشر شده یعنی که نهادهای امنیتی نمیدونند که چنین نمیدونستان که چنین فایل منتشر میشه اصلا در مورد خانواده خامنه ما داریم حرف میزنیم قطعا این فایل آمدانه منتشر شده قطعا پیامی رو میخواسته در واقع متبادر بکنه به اطلاع برسونه و به نوعی از انتشار عمومی اون استفاده بکنه برای اتفاقی که ما دقیقا نمیدونیم چی هست و میگم بیشتر گوانه زنی ها و سوالات بیشتر از آن چیزی هست که ما به جواب داشته باشیم ببینید همچنان مشتوا گزینه اصلی هست حتی اگر هم در واقع خدشه درش وارد شده باشه باز هم همچنان گزینه اصلی در در واقع این استعمت هست هرچند که این فایل صوتی به ما قدری تزلزل و استراب رو، دید. اون اقتداری که پیش از این شاید دیده میشد که مشتبه خامنی برای گرفتن چنین مقامی داره الان به مسابقه قبل شاید نباشه ام 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 یک سری شایعات دیگری هم متوجه شده که ممکنه که فرزند دیگر علی خامنه ای براش بخواد مطرح بکنن که بحث جانشینی رو برای اون در واقع در نظر بگیرن بگم همه اینها بیشتر در حد شایعات هست نشانه هایی براش نیست تنها چیزی که ما خیلی قاطع میتونیم با دیدن این فایل بگیم که چند تا اتفاق غیر عادی افتاده و اونی که انتشار عمومی این فایل تاکید مشتبه خامنی بر اینکه پدر نجریان نبوده و از هم مهمتر اینه که در حوزه عمومی به خطاب مردم چیزی رو توضیح داده که پیش از این نمیکرده این کارو مشتبا خامنه ای علا رقم این که بارها نامش به عنوان یکی از گذینه های احتمالی جانشینی رهبر ایران مطرح بوده است، فرد شناخته شده این نیست. تا کنون مقام انتصابی یا انتخابی پر اهمیتی نداشته و موازهش برای توده مردم شفاف نیست. معلوم نیست آنطور که برخی ادعا می کنند، اندیشه های محافظ از پدرش دارد یا وچه مشترکش با علی خامنه ای تنها نام خانوادگی هست. واقعیت این است که اطلاعات کمی در مورد نگرش، منش و ایدولوژی او که در این حال صفت سیاسی ترین فرزند رهبر ایران را هم دارد، در بین مردم وجود دارد. شایبه این که او گزینه مد نظر علی خامنه است، باعث شده تا در جریان اعتراضات خیابانی سالهای اخیر، معترضان بدون آگاهی دقیق از هویت واقعی او، با سر دادن شعارهای نظیر مشتبه بمیری رهبری را نبینی، احساس خود را نسبت به مورسی شدن مقام رهبری در نظام جمهوری نشان <applause> همین رابطه عبدالرضا داوری از مسئولان ارشد دولت احمدی نژاد میگوید مشتبه خامنه ای به کندی روند توسعه در ایران اعتراض دارد در حالی که نیروهای اجتماعی مدرن و توسعه در ایران دست کم از سال 1388 به این معمولا در اعتراضاتشان علیه رهبری احتمالی مشتبه خامنه ای شعار دادند اینکه تا چه حد این ادعا درست است یا خیر مشخص نیست اما چیزی که به خوبی روشن است این است که ملت بزرگ ایران به هیچ وجه حتی در صورت سفیدشویی مشتبه خامنه ای تن به رهبری پسر دیکتاتور جمهوری اسلامی نخواهند داد داوری که زمانی به با عنوان بازجوی سپاه در شکنجه جوانان معترض در سال 88 دست داشت همچنین عنوان کرد که مشتبه خامنه ای با وجود مخالفت اطلاعات سپاه اقدام به ضبط و انتشار این ویدیو کرده او ادامه داد آقا مشتبه این فیلم را به صورت سلفی و بدون تیم رسانه ای ضبط می کنند که نشانه اهمیت موضوع و ضرورت مخفی بودن خبر قبل از زمان انتشار است تا افراد و جریان ها طبانند. برای تغییر این تصمیم ایشان را تحت فشار قرار دهند. با روز چنین اتفاقی در بالاترین سطوح نظام به درستی نشان می دهد که اختلافات درون حکومت به حد بی سابقه ای رسیده و تعلی علی ای دیگر نمی تواند در این نظام سرتاپا به چشمانش نیز اعتماد کند. همراهان و یاران عزیز به پایان این برنامه خبری تحلیلی از کانال کیوسک رسیدیم. فراموش نکنید دیدگاه شما در ارتباط با این اخبار یاری رسان تیم تحریریه کیوسکه. پس با نوشتن دیدگاهتون و همچنین لایک کردن این ویدیو از تیم خبری کیوسک حمایت کنید.